همراه میشیم با خبرنگار ایران اینترنشنال بردیا افشین در ژنو مقر سازمان ملل. بردیا، خب امروز در جلسات حضور داشتی، در کنفرانس مطبوعاتی هیئت حقیقت‌یاب هم بودی و پرسشی رو مطرح کردی. لطفا برای ما بیشتر از جزئیات آنچه که گذشت امروز بگو. حتما روزی است که ماندگار خواهد بود، چرا که هم هیئت حقیقت‌یاب مستقل و کارشناسی و همینطور گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه‌شون در امور حقوق بشر ایران، بر این تاکید داشتن که جامعه بین الملل باید تلاش کنه که جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه برای نقض فاحش حقوق بشر و مجراهاش هم وجود داره و به اونها یادآوری کردن که این مجراها رو. اون چیزی که در جلسه هیئت حقیقت‌یاب شاهدش بودیم، اتکای اونها بود به مستنداتشون که بسیار تکان دهنده بود این مستندات، و دقایق دیگه یک مستند 400 صفحه‌ایشون منتشر میشه و اونها خواستار شکستن این حلقه در واقع باطل مسئولیت و معافیت جمهوری اسلامی از نقض فاحش حقوق بشر بود. و در صحبت‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه، بسیار جالب توجه بود که او اشاره داشت که نه فقط جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه برای اون چیزی که در طی خیزش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده، به خاطر اون چیزی که پیش از اون هم در جنبش‌های دیگه هم اتفاق افتاده، باید از اون معافیت و مسئولیتش در واقع مسئولیت و معافیت رو ازش بگیرن. در کنار من شادی امین حضور داره که در آغاز جلسه گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، جاوید رحمان، فرصت داشتین شما 90 ثانیه سخنرانی کنین. این جلسات پشت سر هم رو چطور دیدین شما؟ ببین، در ابتدا قرار بود روز جمعه گزارشگر ویژه گزارشش رو بده و روش بحث بشه، هم از طرف دولت ها هم از طرف سازمان های غیر دولتی، ولی متاسفانه به دلیل به هم خوردن نظم جلسات پیش از اون، اینا هر دو منتقل شد به امروز و به همین دلیل خیلی از جلسات کناری هم دچار بحران وقت و تغییر زمان و مکان شد. اما اونچه که امروز شاهدش بودیم، هم در گزارش آقای جاوید رحمان هم در گزارش کمیته حقیقت یاب، هر دو صحبت از آپارتاید جنسیتی میکنن، هر دو صحبت از جنایت علیه بشریت میکنن و به ویژه در ارتباط زنان و دختران و معترضین و راجع به اقلیت‌های اتنیکی در این مورد حرف زده شده. خوشبختانه کمیته حقیقت یاب در گزارش به جامعه ال جی بی تی هم اشاره کرده. در مجموع بسیار مثبت بوده این گزارش. سیاستی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره این هستش که با کشورهای متحدش مثل ونزوئلا، مثل چین، مثل بلاروس، روسیه که توی گزارش‌های شما هم منعکس شده، صحبت از این میکنن که صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل تبدیل به یه نهاد سیاسی شده و به همین دلیل داره با استانداردهای دوگانه رفتار میکنه. موضوع غزه رو بسیار پیش میکشن برای عقب روندن موضوع نقض حقوق بشر در ایران، نه به قصد دفاع از مردم غزه، و این در واقع نشون میده که اونها هستن که دارن ابزاری میکنن موضوع اساسا شورای حقوق بشر رو تا از پاسخگویی فرار بکنن. اما به نظر من این گزارش ها ابزار بسیار مهمی دست نیروهای حقوق بشری ایرانی و معترضین ایرانی میده که در سطح بین المللی بتونن به مذاکراتشون برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ادامه بدن. اما ما شاهد این بودیم که هم خود جاوید رحمان هم هیئت حقیقت‌یاب رئیسش سارا حسین واکنش نشون دادن به اون ادعاهایی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه. فکر نمی‌کنین که واکنش‌هایی که جاوید رحمان و سارا حسین نشون دادن میتونه برای جامعه بین الملل قانع کننده باشه؟ قطعا اینجوریه، ولی اتفاقا دقیقاً درسته. هم آقای جاوید رحمان گفت به من اجازه سفر ندادید، اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید بگذارید من بیام ایران. همینطور کمیته حقیقت‌یاب گفت شما به اجازه دسترسی به هیچ سند و سفر به ایران به ما ندادید و امروز ادعا میکنید که ما یک طرفه قضاوت کردیم. هر دو تاکید کردن که اسنادی که به دستشون رسیده رو مستقلا بررسی کردن، به این معنی اگر من یا شما سندی رو در اختیار این نهادها گذاشتیم، اونها نمیتونن همینجوری انعکاسش بدن، بلکه روش تحقیق مستقل صورت گرفته. اما ببینید، وقتی قرار ونزوئلا دفاع کنه یا روسیه دفاع کنه یا کشورهایی که خودشون در نقض حقوق بشر در رابطه مردم خودشون بسیار در این سالها کارنامه بدی داشتن، طبیعیه که از نقش چنین نهادهایی مثل شورای حقوق بشر سعی میکنن در واقع بکاهن و بی ارزش جلوش بدن. برای همین
همین بحث امروز خیلی جلسات هیجان انگیزی بود. من شخصا بیش از 13 سال دارم اینجا میام و میرم و در این جلسات هستم. جلسه مثل امروز بعد از ظهر رو تجربه نکردم که هم نهادهای در واقع مدافع جمهوری اسلامی که از ایران اومده بودن فضای بسیار زیادی گرفتن، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنن، به همه توهین میکنن، از طرف دیگه تحمل نداشتن که یک نفر که به اسم مریم اکبری منفرد به عنوان یه زندانی که 15 سال در زندان اشاره کرد حرف بزنه و دائم حرفش رو قطع کرده. ممنونم. شادی امین جزء کسانی بود، فعالان حقوق بشری بود که اینجا تلاش کرد که بازتابی باشه از صدای مطالبات زنان ایرانی، زنان اقلیت ایرانی، اقلیت جنسیتی که بنا به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد با سرکوب سازمان یافته روبرون، چیزی که شبیه به آپارتاید جنسیتیه. ممنونم از گزارشت بردیا افشین، همکارم در ژنو، و همطور مهمانی که داشتی شادی امین.